مبطلات الصلاة، نتكلم بإذن الله تعالى عن مبطلات الصلاة، الأشياء التي إذا فعلها أي مصلي تكون صلاة باطلة. مبطلات النماز يعني أموري كباعث باطل شدن النماز مشه وإذا نماز گذار اون رو انجام بده نمازش باطل مشه. الأول الكلام العمد، يعني تكلم متعمدا أن يتكلم في الصلاة. مورد أول سخن گفتن به عمد هست که نمازگزار به عمد سخنی بگه که در این حالت نمازش باطل میشه. عالما تحریم الکلام فی الصلاة، و دانا و آگاه باشه به این که سخن گفتن در نماز موجب باطل شدن نماز هست. ذاکرا لا ناسیا، و این از روی فراموشی نباشه بلکه به یاد هم داشته باشه که حکمش همین هست که اگر سخن بگه در نماز نمازش باطل میشه. فاذا تكلم لكن كان يجهل ان الكلام في الصلاه مبطل للصلاه فصلاته صحيحه. لذا اگر این حکم رو ندونه که سخن گفتن در نماز موجب باطل شدن نماز میشه و از روی عدم علم در نماز سخن بگه نمازش درست هست و اعاده ای بر او نیست. نعم، و اذا كان ناسي تكلم في الصلاه ناسيا لا ذاكرا، و اگر از روی فراموشی و بدون اینکه به یاد داشته باشه در نماز سخن بگه در این صورت هم نمازش باطل نیست. نعم، اذا تكلم لمصلحه الصلاه يصح، مثل يفتح على الامام، الامام مثلا اراد الركوع واذا هو يسجد مثلا ينبه الامام يفتح عليه، هذا تكلم لمصلحه الصلاه، احيانا يكون هذا الكلام واجب. و اگر برای فتح دادن به امام باشه که مثلا امام مرتکب اشتباهی بشه، مثلا به جای رکوع بخواد به سجده بره، در این چنین مواردی احیانا حتی سخن گفتن واجب میشه و نه اینکه نمازش باطل بشه. نعم، الثاني من مبطلات الصلاه الحركه الكثيره المتواليه عرفا لغير حاجه، يعني تحرك حركه كثيره متتابعه عرفا، يعني تنظر اليه تقول هذا لا يمكن يكون مصلي من كثره ما يتحرك. نعم، لغير حاجه، لا ليس له حاجه لهذه الحركات. دومین موردی که موجب باطل شدن نماز میشه حرکات زیادی و اضافی هست. حرکات زیادی و اضافی بدین شکل که پشت سر هم اونها رو حرکاتی انجام بده که شخصی که از بیرون میبینه فکر نمیکنه که این شخص در حالت نماز هست. نعم، الانحراف الكثير عن قبله، یعنی هذه القبله ينحرف هذا الاتجاه او هذا الاتجاه. انحراف زیاد از سمت قبله، این هم جزء مبطلات نماز است. مثلا قبله در جهت مستقیم هست، کاملا به سمت راست میگرده که در این حالت چون رو به قبله نیست نمازش باطل هست. الضحك، و همچنین خندیدن در نماز. الاکل، الشرب، و همچنین خوردن و آشامیدن در نماز موجب باطل شدن نماز است. انکشاف العوره، و همچنین کشف عورت و نمایان شدن عورت، این هم از جمله مبطلات نماز. هذا يحدث عندما يصلي الإنسان في البنطال، خاصة حال السجود وحال الركوع، لابد يحتاط ينتبه بألا تنكشف العورة عند السجود وعند الركوع، يعني خاصة. وإن وضعيات كشف عورت در وضعيتي كإنسان شلوار پاش هست در حالة السجدة زياد اتفاق ميفته، از این رو نماز گذار باید دقت بکنه که در حالی که شلوار پاش هست و به سجده میره عورتش نمایان نشه، که این هم موجب باطل شدن نماز. نعم، فقبل ان يدخل في الصلاه يدخل القميص في داخل البنطال حتى لا ينكشف حال السجود حال الركوع خاصه. لذا برای اینکه این حالت براش پیش نیاد و در هنگام سجده بدنش عورتش نمایان نشه و نمازش باطل نشه، لباس خودش رو، یعنی پیرهن خودش رو وارد شلوار بکنه و محکم باشه تا کنار زده نشه و بدنش نمایان نشه، عورتش نمایان نشه. الاخیر انتقاض الطهارة، العبد يخاف من الله سبحانه وتعالى، فاذا انتقضت الطهارة يقطع الصلاة، انقطعت اصلا، يخرج يتوضا ويرجع، وهذا الامر يقع عند كل الناس، لكن انه يكمل الصلاة هذا حرام، بل قد يكون نوع من الاستهزاء. و مسئله دیگه این هست که جزء مبطلات نماز هست باطل شدن طهارت هست، که در این حالت انسان بعد نماز خودش رو قطع بکنه، بره وضو بگیره و بعد نمازش رو کامل بکنه، و این استهزاء به پروردگار متعال هست که کسی بدون طهارت به نماز خودش ادامه بده. مهم جدا نتعلم مبطلات الصلاة حتى لا تكون صلاتنا باطلة ونحن لا ندري والله اعلم. لذا فراگیری مبطلات نماز و اموری که موجب باطل شدن نماز هست بسیار حائز اهمیته، تا بدین ترتیب با
پدید آمدن یا روی دادن مسئله از مبطلات نماز، نمازتون باطل نباشه و نسبت به این مسائل توجه داشته باشید.